واصف باختری شهسوار شعر معاصر افغانستان. چه ها که بر سر این تک درخت پیر گذشت، ولی جنگل انبوه را زیاد نبرد. به فتحنامه خورشید کاغذین خندید، چراغ گوشه اندوه را زیاد نبرد. نشست عمر در استوای برگ و تگرگ، شکیب صخره نستوه را زیاد نبرد. با استواری آن سنگ آفرین بادا که آبگینه شد و کوه را زیاد نبرد. صاحب این شیر همچو سنگ محکم محمد شاه واصف باختری است که در سال 1321 خورشیدی در شهر مزار شریف در افغانستان به دنیا آمد. در همان ایام کودکی و نوجوانی عربی را نزد پدر خود که به اصطلاح عالم بود آموخت. دبستان و دبیرستان را در زادگاه خود و کابل گذراند. دانشجوی دانشگاه کابل شد و در 24 سالگی موفق شد در رشته ادبیات فارسی از این دانشگاه مدرک کارشناسی را دریافت کند. واصف باختری در ادامه تحصیلاتش به ایالات متحده آمریکا رفت و در سال 1354 از دانشگاه کولومبیا در رشته آموزش و پرورش مدرک کارشناسی ارشد را دریافت کرد. در بازگشت به افغانستان در وزارت معارف مشغول به فعالیت شد و از جمله تصحیح و تدوین کتب درسی به او سپرده شد. او بیش از 15 سال در این سمت بود. در سال 1360 خورشیدی مدیریت مسئول نشریه جووندون را پذیرفت که به نوع ارگان انجمن نویسندگان افغانستان بود. او در همین دهه به تأسیس کانون دوستداران مولانا همت گمارد. واصف باختری سابقه زندان نیز دارد. با به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در افغانستان در سال 1357 بازداشت شد و به مدت 14 ماه در زندان به سر برد. واصف باختری علی رغم مشکلات بسیار و در سالهای جنگ داخلی نیز در افغانستان ماند، تا این که در سال 1375 به پاکستان رفت و پس از چند سال اقامت در شهرهای پشاور و اسلام آباد در این کشور در نهایت به لس آنجلس آمریکا رفت و اکنون در این شهر زندگی می کند. زندگی آمیخته با ادبیات. پدر واصف باختری با محافل ادبی شهر رفت و آمد داشت و همین موجب شده بود که واصف از کودکی مدام شعر بخواند و شعر بشنود، تا این که در 10 سالگی نخستین شعر خود را می سراید و یکی از رفیقای محفل شاعرانه پدر آن را تصحیح می کند و آن شعر در نشریه بیدار در مزار شریف نیز منتشر می شود. خود واصف درباره ادامه پرداختن به علاقه خود می گوید: غزل زیاد می خواندم و گاه گاه ربایی، البته تصادفاً در اثر شعر خواندن زیاد و هم در اثر شعر شنیدن زیاد از لحاظ وزن خیلی کم مشکل داشتم. مشکلی که در ارتباط وزن می داشتم به وسیله شادروان رقیم تصحیح می شد، اما در وزن ربایی دچار مشکل می شدم. معمولاً ربایی هایی که می گفتم ناموزون بودن. وزن ربایی را نمی توانستم به اصطلاح به درستی مهار کنم. برخی از منتقدان واصف باختری را پیشوای بزرگ شعر معاصر و بزرگترین ادیب و ادبیات شناس افغانستان می خوانند و او را از نخستین شاعران افغانستانی می دانند که نیمایی سرایی را جدی گرفت. البته که او در آغاز در قالب‌های کلاسیک شعر می سرود، اما در ادامه بود که با اوجگیری شعر نمایی در ایران و سرریز این گرایش به افغانستان، واصف باختری نیز در تیرس تابش خورشید شعر نمایی قرار گرفت و تبدیل به شاعر شد که اگر قرار باشد از چند شاعر برجسته 100 سال اخیر در افغانستان نام ببریم، نام واصف باختری بدون شک یکی از آنها است. او که در آغاز در قالب‌های کهن شعر می سرود و در دهه 40 خورشیدی سرای شعر نمایی را آغاز کرد و این یکی از نخستین سروده‌های او در قالب نمایی است. شما ای بردگان آز، شما ای بدگهر تاریخ بردازان افسونساز، که بی آزارم ز جودویان دنیای کهن افسانه بنوشتید و از کشور گشایان ستمگر داستان گفتید، و زان خودکامگان هیرمند کردار خدایان ساختیدن در پرستشگاه پندار سیای خیش، و دامان بلید آن ستمکیشان خودبین را ز دنیای سپید ابر پاکیزه تر خواندید. من اینک پرسشی دارم که اندر سنگر پیکار جان بسپرد، که اندر کارزار مرگ پای افشرد،
برخی منتقدان واصف باختری را متأثر از نیمای سرایان برجسته ایرانی می دانند و خود واصف باختری نیز به این تأثیر پذیری بخصوص از مهدی اخوان ثالث معترف است. اما در این حال تأکید می کند که اشعار او اشعار واصف باختری هستند، نه تقلیدی از این و آن. با بیان خودی او، من این را برای خود یک خلا نمی دانم که در یک مرحله از زندگی شاعرانه هم تحت تاثیر اخوان باشم. حتی به این می بالم که اخوان شاعر بزرگ است. اما وقت سر تأثیر پذیری صحبت می شود، باید مظاهر آن به صورت مشخص نشان داده شود. بنا به باور برخی دیگری از منتقدان، واصف باختری جدیدترین و حرفه‌ای ترین برخورد را با شعر نیمایی داشت. با باور محمد کاظم کاظمی، شاعر برجسته افغانستانی، در شعر واصف باختری هم رعایت دقیق قواعد سوری شعر نمایی دیده می شود و هم نمادگرایی خاص این نوع شعر و ارزش این دومی از اولی کمتر نیست. پرتو نادری از منتقدان افغانستانی در باره سیاست در اندیشه شعر واصف باختری در ابتدا به این نکته اشاره می کند که واصف در ابتدا با این هدف که بتواند سهم در یک مبارزه سودمند و تأثیرگذار در نیل به دموکراسی داشته باشد، خود را به فضای سیاسی ملحق کرد. اما تنگ و تنگ بودن فضاهای سیاسی آن دوران که سخت متأثر از ایدئولوژی های سلب بودن، نتوانست روح سرکش واصف باختری را رام کند و او از سیاست کناره گرفت و تمام توان خود را برای ادبیات گذاشت. اما با باور همین منتقد، این به معنی فقدان دغدغه های سیاسی اجتماعی در اشعار واصف باختری نیست. چنان که در ادامه درباره واصف می نویسد، او در شعرهای خود یک جهان بزرگ عدالت خواهانه دارد. تا نوشت در پاسداری حق و عدالت نوشت و تا می نویسد چنین می نویسد. با آن مشعلدار ممند که هی می دود تا مشعل مقدس شیر و متعهد و روشن فکرانه را از نسل به نسل دیگر برساند. اما در این راه همیشه تنگدستی، تهدید، زندان، آوارگی، اندوه غربت و اندوه ویرانی میهن و درد استخوانسوز یاران از دست رفته در پیلگونها چنان سایه های تاریک و دلگیر دنبالش کردند. تأملات تلخ استاد واصف باختری. واصف باختری در فضای فرهنگی ادبی افغانستان به استاد مشهور و معروف است. رضا محمدی، ادیب جوان افغانستانی، تا یک مقاله در حالی که واصف باختری را در ادب افغانستان بی همتا و یگانه میخواند که حتی نباید او را با احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث مقایسه کرد. او را شاعر میداند که فراتر از حتی شعرهای کلاسیک فارسی زبان، به لقب استاد در نزد باقی مفتخر شده است. استاد واصف باختری که از شهر بلخ یا باختر می آید، بدون شایبه شناسنامه ادبیات و فرهنگ افغانستان امروز است. مردی که استادی را با پیشغام و پزغام به اربابان جرایت نیز گدایی نکرده است. استادی را حافظه جمع ملت به او داده است که در تاریخش به سختی به کسی عنوان استادی داده است. مثلا ما در شعر فارسی به حافظ با اون هم عظمت استاد نمی گوییم. حافظ خواجه شیراز است. چنانکه سعدی و بیدل و حتی فردوسی نیز شیخ و مرزا و حکیم لقب گرفتند. به شهادت آثار موجود قلم واصف باختری تنها و صرفاً برای شعر نچرخید. او همچنین از جمله کسان است که درباره مسائل فلسفی و معرفتی نیز تأملات داشته است و سعی کرده است که این تأملات را با گستره مخاطبان به اشتراک بگذارد. مقاله سرشت و سرنوشت انسان نمونه این تأملات است. بر حال کتاب‌های زیادی از واصف باختری به چاپ رسیده است که میتوان از مجموعه شعری و آفتاب نمیرد، از میاد تا هرگز، اسطوره بزرگ شهادت، از این آینه بشکسته تاریخ، دیباچه در فرجام تا شهر پنج زل آزادی، مویه‌های اسفندیار گم شده و دروازه‌های بسته تقویم نام برد. همانطور که آمد، واصف باختری در کنار شعر نیمایی غزل سرای برجسته نیز است. در شعری او می توان آثار و نشانه های تأمل شاعر بر جهان پیرامون را به خوبی ردیابی کرد، تا تأملاتی که اگرچه تلخ می زنند اما هنگامی که در قالب شعر و غزل ریخته می شوند خاصیت سکرآور و مدهوش آفرین نیز پیدا می کنند. به گونه ای که مخاطب مست از ابهت کلام شاعرانه ابیات را با خود زمزمه می کند و می سراید. این غزل از جمله غزلیاتی از واصف باختری است که پیداست حاصل خلوت اندیشه یوست.
خلوتی که سعی می کند بیمانوی چرخه زیست انسانی را در قالب کلام موزون به نمایش بگذارد. هرچند در این بادیه بودیم و گذشتیم، با داس هوس خار درویدیم و گذشتیم. تا چشم اجل را دو سه دم خواب رو باید، افسانه بیهوده سرودیم و گذشتیم. چون سایقه در دفتر فرسوده هستی، نام بنوشتیم و زدودیم و گذشتیم. ای سیل بر این مشت خس و خار چه خندی؟ مایم که راه تو گشودیم و گذشتیم. دیباچه امید به فرجام نپیوست، یک سطر بر این صفحه فزودیم و گذشتیم. خاموشی ما پاسخ آوازگران است، وان را که سزا بود ستودیم و گذشتیم. آنچه در مورد استاد واصف باختری گفتیم برگرفته شده از سایت توانا بود.